رویدادهای مهم این هفته: مرگ 5 مهاجر و نجات صدها تن در آب‌های یونان. نگهبانان ساحلی یونان دوشنبه اعلام کردند که 4 کودک در اثر واژگون شدن یک کشتی در آب‌های جزیره لزبوس و یک مهاجر زن در نزدیکی جزیره ساموس در دریای اژه غرق شدند. در این رویداد 23 تن نجات یافتند. در جریان هفته گذشته بیش از 100 تن دیگر در آب‌های یونان نجات یافتند. و گفته مقامات یونان از آغاز سال روان 17300 مهاجر وارد یونان شدند. بلژیک فراهم آوری سرپناه برای پناهجویان مرد را به حالت دلیق درآورد. حکومت بلژیک اعلام کرد که سرپناهدهی برای پناهجویان مرد مجرد را به گونه موقت به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام به دلیل فقدان سرپناه برای مهاجران روی دست گرفته شده است. بلژیک در این اواخر با بحران جدی پناهندگی روبرو است و رقم مهاجران تازه وارد به این کشور نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر یافته است. با گفته مقامات امسال 19000 پناهجو در بلژیک ثبت نام کردند. هنوز معلوم نیست که تعلیق در فراهم آوری سرپناه برای پناهجویان مرد تا چه زمان ادامه خواهد یافت. بریتانیا، مهاجران با پایبند الکترونیکی مورد بازرسی قرار می گیرند. روزنامه بریتانیایی دی تایمز روز یکشنبه گزارش داد که مهاجران تازه رسیده از راه کانال مانش با استفاده از پایبند الکترونیکی مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. حکومت بریتانیا احتمال استفاده از پایبند الکترونیکی را برای پناهجویانی که از کانال مانش می آیند رد نکرده است. بر اساس این منبع، ردیابی پناهجویان از طریق GPS به دلیل جلوگیری از فرار و ناپدید شدن مهاجرانی است که در مراکز بازداشت بریتانیا جای کافی برای آنها وجود ندارد. برخی از مسئولان استفاده از پایبند الکترونیکی برای مهاجران را خلاف قوانین حقوق بشر می دانند.